سلام، شب بخیر. وزارت وزیر اطلاعات همچنین درباره آزادی رکسانا صابری گفت جرم جاسوسی برای این فرد احراز شده، اما به دلایلی که قاضی پرونده تشخیص داده زندان این فرد به مدت 5 سال تعلیق شده. ما اصلا اعلام کردیم چون این سند عنوان محرمانه نداره، مهر مشخص عنوان سری نداره، اصلا نمیتونه از مصادیق اسناد محرمانه یا سری باشه، ولیکن در استعلامی که دادگاه تجدید نظر از خود ریاست جمهوری کرده بود، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری اعلام کرده بودن که این سند سند طبقه بندی شده است. خود رکسانا هم در جلسه دادگاه گفت من اشتباها این کار رو کردم، چون کنجکاو شدم که ببینم این موضوع چیه، و از اون جهت که من میخواستم کتابی در رابطه با قدرت در ایران بنویسم، مایل بودم که از این سند هم استفاده بکنم، از مطالب این سند. به من گفتن اگر حقیقت رو نگید ما شما رو 10 سال نگه داریم تا پیر بشید. دقت میکنین؟ اینم گفت من از این خیلی ترسیدم که منو 10 سال نگه دارم، و به همین دلیل یک دروغ رو گفتم شاید بتونیم زودتر نجات پیدا کنم. به خانم رکسانا خروج ایشون از کشور هیچ مشکلی وجود نداره، ولی چون در زمان دستگیری گذرنامه های ایشون رو گرفتن، بعد از نظر اداری ما گذرنامه های ایشون رو پس بگیریم یا خودشون، دقت میکنین بعد میتونن خارج بشن؟ نه، هیچ مشکلی نداره. اگر رکسانا صابری یا آقای خرمشاهی به عنوان وکیل مدافع ایشون خواهان تجدید نظر نمیشد در حکم بدوی، یعنی ایشون 8 سال در زندان باقی میمان؟ اینقدر ظالمانه بود احکام ما، و حالا که این حکم تجدید در رفته به تجدید نظر تحت فشار بین المللی، دستگاه قضایی نباید قاضی صادر کننده حکم دادگاه بدوی رو استفسار کنه و بازجویی کنه ازش؟